همون موقع هم که اینها اعدام نشده بودن به وسیله خانواده هاشون تهدیدشون کرده بودن برای گرفتن اعترافات اجباری و حالا پس از اعدامشون اونها رو همچنان دارن آزار میدن. جمهوری اسلامی به دنبال چی از آزار خانواده های کسانی که اعدام شدن و فعالیت خاصی هم نداشتن؟ درود بر شما. فکر میکنم اگه بخوایم فضا رو تشریح بکنیم، ما در فضایی قرار داریم یک چیزی بین دهه 60 و ماهای ابتدایی پس از جنبش زن زندگی آزادی. حکومت اعدام ها رو به سرعت پیش میبره و از طرفی موج بازداشت هایی که صورت میگیره، احضار وکلا، پرونده های جدید برای افرادی که با عنوان حق و زندان آزاد شده بودند و حالا بازداشت خانواده های دادخواه که از چند ماه پیش ادامه داره. اینکه چرا این کار رو انجام میدن، به دلیل اینکه خب اصلا میدونیم جنبش مهسا از روز اول بر اساس دادخواهی شکل گرفته بود. بنمایه جنبش زن زندگی آزادی دادخواهی خون مهسا امینی بود. در طی این ماه ها خانواده های دادخواه تشکل پیدا کردن، یعنی با هم مجتمع شدن، به اشتراکات فکری رسیدن. دیدیم که در این مدت کارهای عملی انجام دادن، از جمله چند طوفان توییتری یا مثلا خانواده های دادخواه هواپیمای اوکراینی چندین تجمع برگزار کردن. این همگرایی و همبستگی خانواده های دادخواه با هم، با توجه به اینکه روز به روز بر تعداد خانواده های دادخواه به علت جنایات رژیم افزوده میشه، باعث میشه که قشر بیشتری از مردم عادی هم به اونها بپیوندن. ابتدا با همدردی و همدلی شروع میشه، اما در یک بزنگاهایی میبینیم که مردم به اونها میپیوندن، تعداد زیادی از این خانواده ها یکدیگر رو پیدا میکنن. جمهوری اسلامی اشاره کردیم به این پیوند، فکر میکنم خوبه که یه خورده به شبکه های اجتماعی هم نگاه بکنیم. چقدر کسانی بودن که به واسطه زندانی شدن اعضای خانوادهشون کشته شدن یا اعدام اعضای خانوادهشون، آمدن در شبکه های اجتماعی خودشون رو اصلا به عنوان تنها نشانه ای که خودشون دارن، اینکه من خانواده فلانی ام و خودشون معرفی میکنن و راجبشون حرف میزنن و این خودش پیوندی شده. اصلا پسرخاله مجید کاظمی ظهر با ایران اینترنشنال گفتگوی کرد، من نگاه میکردم، همونجا گفت ما اصلا سیاسی نبودیم، ما کاری با سیاست نداشتیم و این اتفاقات باعث شد ما به این نقطه برسیم. در مورد بسیاری از خانواده های دادخواه همین اتفاق افتاده، شهروندان عادی که خیلی هم به سیاست کاری نداشتن، اما جمهوری اسلامی در این بزنگاه گریبان اونها رو گرفت و به این میدان کشان. جمهوری اسلامی میهراسه از اینکه افراد بیشتری به واسطه این خانواده های دادخواه و شهروندان معمولی به خیزش و جنبش دادخواهی بپیوندند و اون وقت کار بسیار برای رژیم دشوار خواهد شد. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ترکیه، ممنونم ازتون.